دوستان سلام به یامی گسترونومی خوش آمدید من مهیار هستم و میدونم اول از هر چیزی مشتاق هستید به این سوال پاسخ بدیم آیا دیگه زودپز ممکنه که منفجر بشه در استفاده نرمال در داخل منزل شما و پاسخ این سوال به طور قطع و یقین خیر هست اما استفاده نادرست از دیگه زودپز و عدم رعایت نکات ایمنی میتونه منجر به حوادثی بشه که ممکنه بسیار خطرناک باشن از شکستگی جمجمه تا سوختگی خیلی شدید ممکنه که در برخی از نواحی شما رخ بده و من این مثال رو میخوام امروز اینجا خدمت شما نشون بدم که این خدا بیامورس که اینجا ملاحظه میفرمایید این درب دیگ زولپذ فاگور اسپانیایی قدیمی ماست این دیگه از بنای دلایلی که خدمتون عرض میکنم که به این خاطر که شما این مسائل رو حواستون باشه که اتفاق نیفته تبدیل به موشک شد و این چیزی که از درش باقی مونده قسمتی از این کنترلر این به طور کامل خورد شده در حادثه‌ای که رخ داد و یکی از دستگیره های این دچار شکستگی شدید شده این چیز سنگین بسیار مستحکمی است و از اون یکی دستگیره اون سمت مجاور هم تنها چیزی که باقی مونده این قطعات هست که میبینید این ولو کنترل بخارش هم به یادگار اینجا برای ما مونده نگه داشتیم چند تا تصویر خدمتتون نشون بدم از صحنه حادثه در شبی که این اتفاق افتاد یک تا هفته پیش این تصویر که ملاحظه میفرمایید این وضعیت زودپس هست از نمای بالا و میبینید که به چه وضعیتی افتاده در این تصویر مشاهده میفرمایید قسمت شکستگی دستگیره رو که اون یه دستگیره که به طور کامل منحدم شده میبینید که فقط پایه این روی دیواره مونده و در این تصویر این قسمتی از واشر دور در رو که میبینید زده بیرون از اینجا یه مقداری از این از لای در زودپز بیرون هست این چیزی است که جلوگیری کرده از بروز فاجعه و بخار داخل زودپز رو تخلیه کرده و در این حال اتفاق افتاده الان حالا توی این تصویر بعدی ملازمی میفرمایید که این محتویات داخل زودپز بوده چند تا قاشق لپه قرار بوده این تو پخته بشه با یه مقدار خیلی کم آب اشتباه اولی که اینجا رخ داده بوده این بوده که میزان آبی که داخل زودپز بوده کافی نبوده یعنی حداقل در یک زودپز 22 سانتیه حالا 6 یا 6.5 لیتری حداقل مقدار آبی که بعد استفاده بشه 250 سیسی یا یک کاپ هست اشتباه دومی که رخ داده این بوده که موقعی که شما حبوبات میخواد داخل زودپز بپزید یا هر چیزی که امکان داره که کف بکنه و توی مرحله اولی که میخواد جوش بیاد هم بیشتر این مقدار کف رو خواهد کرد همیشه در زودپز بعد باز بمونه روی حرارت قرار بدید این به جوش بیاد ببینید که چه وضعیتی هست و چقدر قراره کف بکنه و به یه حالت متعادلی برسه این کف یه مقدار فروکش بکنه با کم شدن شعله گاز زیر زودپز و سپس در اینو ببندید اشتباه سوم این هست که من توی رسیپی هایی که از زودپز استفاده کردیم تاکید کردم که حتما برای پختن حبوبات و چیزهایی که ممکنه کف بکنن یکی دو قاشق روغن مایه داخل ظرف بریزید این اصلا رژیم دارم و روغن نمیخورم و این مسائل رو بر نمیداره اگر این کارو نکنید این روغن در واقع باعث میشه که کشش سطحی پروتئین و نشاسته هایی که حباب تشکیل میدن در حال جوشیدن و این کف رو ایجاد میکنن با کاهش کشش سطحی مقدار کفی که ایجاد شده رو به طرز فاهشی کاهش میده استفاده از این روغن کار بعدی که باید در اینجور مواقع انجام داد این هست که در زود رو که بستید مطمئن شدید درجه فشار تنظیم شده و اینها باید بالای سر این بیستید مواظب باشید موقع که شل تند هست تا به فشار کافی برسه داخل زودپز. توی این مرحله اینو نباید به امان خدا رها بکنید و فراموش بکنید نیم ساعت بعد با صدای انفجار برگردید بعد مواظب این باشید ببینید که اگر خیلی مدت زمان گذشت بخار از این خارج نشد و طبیعتا این به فشار خیلی زیادی رسیده ولی هنوز از سوپاپ این بخار خارج نمیشه بررسی بکنید ببینید چه مشکلی پیش آمده و مشکلی که اینجا پیش آمده بود این بود که این زودپس دو تا ولو ایمنی داره یعنی در واقع یک سوپاپ اصلی داره که ریگولاتور فشار داخل زودپس هست این با کف و پوست و قطعات ریز حبوبات گرفته شده بوده منفذش سوپاپ سانویه که برای زمانی که فشار از حد مجاز بالاتر میره عمل میکنه و تخلیه میکنه اون سوپاپ هم گرفته بوده اتفاقی که میفته اینه که چیزی که باعث میشه که جلوگیری بکنه از انفجار زودپز شما طراحی هست که در زودپس های نسل دوم و سوم این واشر جوری حالا یک بریدگی در یه جای قرار داره یا یه جوری این در دیزاین شده که اگر فشار بیش از حد دیگه خیلی رفت بالا این واشر از یه جایی میزنه بیرون و این واشر معمولا توی این طرح بعد از این بریدگی اینجا بزنه بیرون این اینکه از اینجا بزنه بیرون از زیر زده بیرون فشار خیلی زیاد بوده دیگه اینو به یه جایی به یک طریقی این رو پرتاب کرده بیرون از اون شکاف بین در و بدنه و این تبدیل شده به چیزی شبیه اون آخری موشک آقای ایلان ماسک که تو آسمون منفجر شد این که زده بیرون فشار بسیار زیاد تخلیه شده از اینجا زودپز به طور کامل پرواز کرده از روی اوجا گاز رفته به شدت اصابت کرده به سخف آشوازخونه و از اونجا کمونه کرده اومده خورده زمین روی زمین سنگی و این وضعیت براش ایجاد شده در اون زمان اگر کسی در آشوازخونه بود و این وزنه سه 4 کیلوی با اون شتاب و سرعت اگر به سر کسی اصابت میکرد حتما آسیب بسیار جدی به بار میابرد پس این مسئله رو که خدمتون عرض میکنم که برای استفاده از زودپز بعد یه مقدار حواستون جمع باشه این توصیه های یومنی رو بسیار جدی بگیرید در زودپذ های نسل قدیم که در اینها یه کلمپی داشت که یه پیچ بزرگ داشت و این به طور خیلی مستحکم بسته میشد و اینها این داستان مکانیزم سومه وجود نداشت که این بتونه از جایی بزنه بیرون و در زودپس های غیر استانداردی که در چین و هندوستان و ایران و اینها هنوز هم تولید میشه این خطر باز وجود داره که مکانیزم در این از ایمنی لازم برخوردار نیست در صورتی که دو تا سوپاپ تخلیه درست عمل نکنن و بالا سر این نباشید و یه یک ساعتی بگذره و فشار خیلی بره بالا این کاملا احتمالش هست که تبدیل به یک بمب بشه برای همین اصلا جایز نیست که از یک زودپز ارزون قیمت غیر استاندارد استفاده بفرمایید و سلامتی خودتون و خانوادتون رو بخواید به خطر بیاندازید. خاصیت این حادثه این بود که اولا که شما دوستان عزیز رو من بتونم آگاه بکنم نسبت به ایمنی استفاده صحیح از زودپز و دوما دومی خاصیتش این بود که من بهانه خوبی به دست بیارم که فلفور برم و یک زودپز فیسلر فرد علا بتونم تهیه بکنم که امروز این زودپز رو میخوایم اینجا ما هم آنباکس بکنیم و نکات ایمنی این رو براتون توضیح بدم و خدمتتون شهر بدم که طرز صحیح استفاده از زودپز چه هست و خواس بسیاری که یک دیگه زودپز داره اهم از جویی در انرژی و کاهش اطلاف ویتامین های مواد غذایی چه هست یک زودپس خوب و استاندارد اولین چیزی که حتما باید داشته باشه اینه که یک دفترچه راهنمای کامل در مورد نکات ایمنی و طرز استفاده صحیح باید داشته باشه و فیسلر رو البته من تاکید میکنم که قطعا این یک تبلیغ تجاری نیست ما در کانال یامی گسترونومی ابدا تبلیغ تجاری نداریم و این و فیسلر رو اگر در ایران خریداری بکنید یه دفترچه راهنمای زبون فارسی هم این شرکت بازرگانی آقای حریری زحمت کشتن تهیه کردن این تو میگذارن این هم حاوی نکات خوبی هست اگر به زبان انگلیسی یا هفش تا زبان دیگر زنده دنیا تسلط دارید این در واقع یوزر منوال یا دفترچه راهنمای اصلی کارخونه حاوی نکات خیلی بیشتری هست در غیر این صورت این هم خیلی مفید میتونه باشه خب دوستان عزیز یه دیگه زودپز خوب و با کیفیت که درست مهندسی شده باشه از قطعات استانداردی استفاده شده باشه این سی سال چل سال پنجاه سال برای شما کار خواهد کرد پس این یکی از اون موارد ابزارهای مفید آشپزخونه است که اصلا توجیه نداره که یه چیز ارزون بینامونشان بخواید استفاده بکنید بهترین کیفیت دیگه زودپزی که بودجهتون اجازه میده رو خریداری بکنید و قطعا هم فیسلر با سابقه حدود یعنی به هر حال 140 سال این شرکت ظروف حرفه‌ای آشپزخونه میسازه و یکی از پیشگامان هست در طراحی و مهندسی زودپس یک سری نکاتی در طراحی این زودپس وجود داره اولین نکته این بیس این هست این در واقع لایه کف هست که یک بیس سنگینی هست که یک ساندویج دیسک آلمینیوم اینجا داره این در کاهش مصرف انرژی نقش بسیار مهمی رو ایفا میکنه همچنین برای چیزهایی مثل قطعات گوشت درشت که اول میخواید اینا رو سرخ کنید قهوهی بکنید بعد توی زودپز این رو بپزید رسپی های زیادی هست که از این طریق این کار رو انجام میده این بیس زخیم باعث میشه که اون مرحله برانینگ یا برشته کردن سطح گوشت و سرخ کردن بدون آب انداختن انجام بشه و حرارت رو میتونه حفظ بکنه و افت حرارت نداشته باشه موقعی که قطعات زخیم گوشت با این در تماس خواهند بود و یکی از نکات خیلی مهم برای زودپز این هست که اون فاگوری که ما داشتیم دسته این و قسمت های روی در این که رگولاتور و بخار و اینها بود اینا قابلیت جدا کردن نداشت اینا فیکس شده بود به روی در روی این طرح فیسلر و خیلی دیگر از زودپس های خوب این امکان وجود داره که به سرعت شما میتونید که بدون استفاده از آچار و ابزار تمام متعلقات روی در رو باز بکنید و به این ترتیب وقتی که سوپاپ ایمنی و ریگولاتور بخار از اینجا باز شده میتونید ما بقیه این رو در ماشین زرفشوری بشورید یا به هر حال احتمال امکان این رو دارید که تمام این قسمت ها رو بتونید که مرتب و بهداشتی بتونید بشویید و تمیز بکنید توی اون عکس فاگور شما دیدید اون قسمت که شکسته بود زیر این در طی چند سال استفاده چقدر جرم مواد غذایی گرفته بود که به هیچ عنوان این تمیز کردنش مقدور نبود همواره لازم هست که این قطعات با دست شسته بشه در ماشین ظرفشوری قرار نگیره این واشر سیلیکونی دور در و این قطعات ریگولاتور و سوپاپ اینا هیچ وقت نباید در ماشین ظرفشویی قرار بگیره همیشه باید با دست شسته بشه که آسیب نبینند و این واشر رو هم ملاحظه میفرمایید این رو هم در طراحیش این خیلی بهتر از اون فاگور طراحی شده که از کجا بزنه بیرون و فشار رو ریلیس بکنه و نکته مهم در مورد این واشر اینه که من توصیه میکنم موقعی که زودپستون خریداری میکنید حتما این واشر رو و یک کیت اورینگ ها این واشر های تعویزی سوپاپ ها این رو خریداری بکنید زاپاس داشته باشید عمر مفید این واشر 400 تا سیکل پخت هست یعنی 400 مرتبه استفاده از زودپز یا دو سال که اگر زودتر از این هم در اثر استفاده سنگین یا استفاده ناصحیح دیدید این زدگی داره آسیب دیده و هر گونه دیفورم شدنی تو این مشاهده کردید این رو زودتر هم باید عوض بفرمید ولی خوبه که موقع خرید این زاپاس این رو هم داشته باشید هرچند فیسلر به این معروفه که لوازم یدکیش برای زودپس های حتی ساخت پنجاه سال پیشش هم شما میتونید که کیت گاسکت و واشر و اورینگ و چیزهای یدکی و دسته و اینها این رو تهیه بکنید و اینا قابل سرویس و تعمیر هستند. اینکه چرا اصلا از دیگه زودپز استفاده بکنیم و چه فوایدی داره من خدمتتون چند تا نکته رو خیلی سریع عرض بکنم اولا که زودپز یک اختراع جدید نیست در اواخر قرن 17 هم سال 1670 میلادی دقیقا خاطرم نیست یک فیزیکدان فرانسوی اولین بار زودپز رو اختراع کرد یعنی یک ظرفی رو اختراع کرد که تحت فشار بخار دمای آب جوشی که داخل این داره میجوشه افزایش پیدا میکنه ولی در سالهای اخیر با افزایش قیمت انرژی افزایش هزینه گاز و برق به خصوص در اروپا محبوبیت مجدد بیشتری پیدا کرده دیگه زودپس و خیلی از دوستان جوانتر دارن از مزایای این آگاه میشن و اولین مهمترین مزیت این واسه وضعیت کنونی کره زمین و زندگی آینده ی همه ما صرف جویی در انرژی هست و کاهش اطلاف انرژی دیگه زودپس به دو طریق رو این کار انجام میده یکی اینکه زمان پخت رو بسته به فشاری که تنظیم میکنید و بسته به نوع خوراکی که دارید میپذید بین نصف تا یک چهارم میکنه یعنی اگر که برخی از چیزهایی که در یک ساعت یا قابلمه معمولی پخته میشن در دیگه زودپس در 15 دقیقه میتونن بپزن می در نتیجه به عوض اینکه شما اجاق گازتون یک ساعت روشن باشه 15 دقیقه روشنه و مصرف انرژیتون به حدود یک چهارم کاهش پیدا میکنه روش دوم کاهش مصرف انرژی از این طریق هست که اطلاف حرارتی از دیک خیلی کم هست و این رو اگر از یک زودپز مناسبی استفاده بکنید و فشار این رو به صورت صحیح تنظیم بکنید با تنظیم حرارت که خدمتون نشون خواهم داد این مرحله رو پرت حرارتی خود این محفظه خیلی کم هست یعنی همینطور به شکل آب بخار شده شما انرژی به هدر نمیدید هوای اطراف رو هم کمتر گرم کنید با این پرت انرژی هنگام پخت در نتیجه از سیستم های برودتی که خودشون برق مصرف میکنن کولر آبی کولر گازی هر وسیله ای هم کمتر مجبوری استفاده بکنید برای خنک کردن فضایی که با روش پخت غیر افیشنت در واقع بیش از حد گرم شده آب در نواهی که نزدیک به سطح دریا هست ارتفاعشون در دمای 100 درجه سلسیوس میجوشه هرچقدر این ارتفاع از سطح دریا در نقطه ای که شما هستید افزایش پیدا بکنه دمای جوشیدن آب میاد پایین و به ازای هر 249 متری که شما از سطح دریا برید بالا یک درجه سلسیوس دمای جوشیدن آب پایین میاد اتفاقی که میفته توی شهرهای مرتفع خود ایران در جاهایی مثل فیلوند مثل یا در واقع مرتفع ترین شهر ایران که بروجن هست و دوستان خوبی از اونجا من دارم این, دمای جوشیدن آب به اندازه پایین هست که پختن برخی از مواد غذایی خیلی طولانی مدت ممکنه طول بکشه در بدترین حالت زمانی خواهد بود که شما تصمیم بگیرید به قله اورست تشریف ببرید و در ارتفاع قله اورست جوشیدن آب در دمای 70 درجه سلسیوس صورت میگیره یعنی شما اگر اونجا آب گوشت یا قابلمه معمولی بار بگذارید یک سال اینو بخواید بجوشونید این گوشت و نخود و لوبیا شما نخواهد پخت پس استفاده از زودپز در نواحی مرتفعتر که یک تقریبا یه امر نه تنها مفید بلکه در برخی از موارد اجتناب ناپذیر و کاملا ضروری هست در حالتی که شما درجه تنظیم فشار رو روی حد اکثر گذاشتید یک زودپز استاندارد حد اکثر تا 15 psi یا یک بار یا 100 کیلو پاسکال فشار داخلش ایجاد میشه قبل از اینکه این فشار اضافه رو ولو یا سوپاپ بخواد خارج بکنه در فشار یک بار یا حدود 100 کیلو پاسکال دمای جوشیدن آب 121 120, 121 درجه خواهد بود تقریبا این دمای دمای داغتری که موادی که داخل آب قرار دارن این تو دارن میپزن در در معرضش قرار میگیرن باعث کوتاه‌تر شدن این مدت پخت و سریعتر شدن مدت پخت میفته اما زمانی که شما بخارپز دارید توی زودپز میکنید یا موادی رو دارید میپزید که یه مقدارش از آب بیرون هست باز اون دمای خیلی بالاتر بخار کمک به این میکنه که اتفاق که میفته اینه که بخار داغ خیلی بهتر میتونه دما رو منتقل بکنه به مواد غذایی تا هوای داغ و به همین خاطر هست که توی همین دمای 120 درجه هم زمان پخت غذای شما خیلی کوتاهتر میشه تا اینکه داخل یک فر مثلا 180 درجه اون ماده غذایی رو بخواید بپزید یک پدیده وجود داره به نام باندری لیر اینجا براتون می نبیسم. که مانع این میشه که هوا بتونه به بهترین نحو ممکن حرارت خودش رو منتقل بکنه به مواد غذایی و بخار این مشکل رو نداره در مرحله اول پخت که در زودپز رو میبندید و بخار تشکیل میشه داخل زودپز این بخار تمام هوای داخل زودپز رو به بیرون از زودپز هدایت میکنه یا به اصطلاح پرج میکنه این پروسه پرجینگ هوا و اکسیژن از داخل این باعث میشه که هم اون انتقال دمایه به واسطه بخار و نبودن هوا داخل دیگ بهتر انجام بشه و هم بسیار مهمتر از اون اتفاقی که میفته مواد غذایی موقعی که توی قابلمه معمولی برای طولانی مدت میپزن یه مقداری به طور طبیعی کاهش عطف تم و ویتامین ها و مواد مغذی پیدا میکنن بیشترین عاملی که تشدید میکنه از دست رفتن ویتامین ها رو در مواد غذایی و مخصوصا در سبزیجات اینه که اینها در مجاورت هوا در قابلمه معمولی میپزند و اون وجود اکسیژن باعث اکسیدایز شدن ویتامین ها به خصوص ویتامین سی میشه ویتامین سی بیشترین مقدار در واقع از دست میره در پروسه پخت معمولی در صورتی که شما به منباب مثال مثلا از بروکلی یا سیب زمینی بخوایم مثال بزنیم یا حتی هویج مقدار ویتامین سی که در این هست توی قابلمه معمولی وقتی این رو میپذید تا مرحله ای که کاملا پخته حدود 80 درصد از این ویتامین سی رو از دست میدید در دیگه زود به خاطر نبودن اکسیژن در مجاورت ماده غذایی این مقدار ویتامین سی از دست رفته به نصف اون مقدار کاهش پیدا میکنه و مقدار خیلی بیشتر از اون حفظ خواهد شد در ماده غذایی شما این نکات رو خدمتون گفتم که دوستان جوانتر و دوستان مسنتر تمام سنین بیشتر ترغیب بشن به استفاده از این ابزار بسیار مفید در آشپزخونه که باعث کاهش وقت میشه باعث افزایش بهبود تم و افزایش سطح ویتامین های مواد غذایی میشه و مهمتر از هر چیزی باعث یه مقداری کاهش آسیبی که به محیط زیست به واسطه استفاده بیرویه از انرژی و گرم کردن محیط زیست داره اتفاق میفته که ما رو به سرعت داره به طرف یک فاجعه وحشتناکی در کره زمین میبره بتونیم یک سهم کوچکی ایفا بکنیم در کنتر کردن این روند و اینه که یک وسیله وجود داشته باشه که همه این فواید رو در کنار هم برای ما داشته باشه حتما خیلی از دوستان تعجب میکنن که چرا تا به حال از این آگاه نبودند. ولی خیلی از دوستانی که من افراد متعددی رو دیدم که وحشت داشتن از زودپز و شنیدن داستانهای انفجار دیگه زودپز و حاضر نبودن به جنبان به طرف این برن این نکات ایمنی که خدمتتون عرض کردم و مکانیزم های ایمنی که زودپزهای مدرن دارن برای جلوگیری از بروز چنین اتفاقاتی حتی در بدترین حالت هم اتفاق که خواهد افتاد اینه که زودپز شما به سقف برخورد بکنه اونم حاصل یه مقدار بیتوجهی بوده به چند تا نکتهی که بعد رایت می شده تقصیر دیگه زودپز نبوده و در نهایت هم زودپز منفجر نشده سقف خونه نیمده پایین اصلا حراسی از این بابت نداشته باشید با رایت این نکات ساده به صورت خیلی ایمن میتونید شما از این وسیله مفید سالها استفاده بسیار خوب بتونید انجام بدید همیشه یک دیگه زودپز نو رو اولین بار که به دستتون میرسه کاملا بشویید پس از اینکه من این زودپز رو شستم برای اولین بار نحوه صحیح تنظیم فشار برای حد اکثر صرفه جویی در مصرف انرژی و مراحل استفاده از این رو خدمتتون نشون میدم دوستان اولین نکته مهم این هست که اندازه ای که دارید استفاده میکنید مناسب اندازه کف زودپزتون باشه این شعله اگر خیلی بزرگ باشه زیادی از اطراف کف بزنه بیرون هم باعث تغییر رنگ دیواره ظرف استیل شما میشه این برای همه ظروف استیل های اهمیت هست و هم اینکه این, این دسته پلاستیکی هستند و هرچند نسبتاً مقاوم به یه مقدار حرارت هستند ولی اگه شغله خیلی زیاد از این کنار بزنه بیرون و مدام به اینها برخورد بکنه این دسته رو آسیب خواهید زد و حتی ممکنه که این بقیه مکانیزم کنترل دما و قفل و اینها رو هم آسیب بزنید و این درجه اندازه‌گیری هم که میبینید در داخل زودپز به صورت لیزری هک شده این راهنمای خیلی مفیدی هست برای شما به خصوص اون خط مینیموم اون خط یک خطی هست که حداقل در اندازه مایع در دیگ رو نوشته که الان پوشیده شده اونو رو نمیبینید حداقل به اون میزان مایع بعد آب استفاده بفرمایید اگر که وسط پخت آب داخل زود پستون تموم بشه و دما خیلی بره بالا این افزایش دما بیش از حد استاندارد ممکنه آسیب بزنه به سوپاپ های ایمنی یعنی حتما باید این در زودپز شما و مکانیزم کنترل دمای این اگر خیلی دما رفته باشه بالا حتما باید چک بشه و توسط مرکز سرویس مجاز این سرویس لازم باش انجام باشه انجام بشه که از ایمنی این مطمئن باشید این سطح یک سوم یک دوم و ماکسیموم این ماکسیموم الان چهار لیتر هست برای این دیگ اینها هم علائم مهمی هستند برای حبوباتی که ممکنه کف بکنن توصیه میشه هیچ وقت از یک سوم بیشتر پر نکنید زودپز رو و در هیچ حالتی هم از ماکسیموم تجاوز نکنید برای بستن در همیشه این علامت قرمز رو با این علامت قرمز باید در یک خط قرار بدید که این سر جای خودش قرار بگیره این زائده و سپس با چرخوندن در کاملا قفل میشه اگر این قفل به طور کامل عمل نکرده باشه یعنی در درست بسته نشده باشه یکی از مکانیزمای ایمنی این دیگ این هست که نمیگذاره اصلا فشار بیاد بالا در داخل دیگ زود پس و بخار از این خارج خواهد شد و سبز شدن این علامت اینجا هم نشان دهنده این هست که الان دیگه در به طور ایمن بسته شده قفل شده و مرحله افزایش و فشار میتونه به صورت ایمن انجام بشه خب ببینید دو درجه مختلف اینجا هست و میشه درجات بین اینها رو هم تنظیم کرد من برای اینکه گوش در اینجا دارم استفاده میکنم از حد اکثر فشار استفاده میکنم روی درجه دو تا آخرین رو میگذارم شعله زیر دیگ رو به حد اکثر میرسونم بدون اینکه از کنار دیگ بزنه بیرون بخار که از اینجا قطع شد دیگه این شروع میشه به افزایش فشار در داخل زود پس و حالا منتظر میمونیم که این نشان دهنده فشار شروع بکنه و عمل کردن این نشان دهنده فشار وقتی که قسمت زردش نشون داده میشه یعنی دارید نزدیک میشید به فشار کاری مناسب با توجه به درجه ای که انتخاب کردیم در مدت کوتاهی قسمت سبز این نشون داده میشه این الان زمانی است که شما شروع میکنید به زمان سنجی یعنی مدت زمان واقعی پخت شما در زودپز با توجه به دستور رسیپی از موقع که این دمای این فشار کاری مناسب با درجه سبز نشون داده میشه شروع میشه خب عزیزان این شرایط کاری نرمال این دیگه زودتر هست که دما به اندازه است که ملاحظه میفرمایید این شعله اگر کمی که فکر نمی کنم بتونید به راحتی ببینید این رو و این دمایی است که در ناحیه سبز در فشار مناسب دیگه شما رو نگه میداره برای مدت پخت بدون اطلاف انرژی بدون سر و صدای زیاد بدون اینکه بخار اضافه بخواد مرتبا از دیک خارج بشه به همین راحتی شما میتونید 50 الا 70 درصد در مصرف انرژی صرفه جویی کنید و این از مزیت های این دیگه زود پس هست که خیلی بی سر و صدا عمل میکنه من با این میکروفون به این حساسی الان میکروفونم در فاصله حدود 60 70 سانتی از سوپاپ بخار این هست یه صدای حیس خیلی ملایمی رو فقط میتونید بشنوید این آرامش شما رو هم به هم نمیزنه مثل زودفضای قدیمی نیست که با سر و صدای خیلی زیاد عمل بکنه و هیچ مزاحمتی هم برای شما ایجاد نمیکنه دوستان عزیز مرحله اول پخت خورشی که ما داریم برای خودمون امشب تهیه میکنیم انجام شد با گذشته حدود نیم ساعت که گوشت ما الان پخته ما میخوایم در زودپز رو باز بکنیم لپه رو بهش اضافه بکنیم و مشاهده میکنید که در تمام این مدت فشار ما روی ناحیه سبز بوده با این مقدار من اینو خاموش بکنم بهتر ببینید با این مقدار شله خب شله گاز رو خاموش میکنم اهمیت مکانیزم تخلیه بخار مناسب در دیگه زودپز خیلی مهمه برای اینکه بسیاری از رسپی ها هستن که شما در وسط پخت و در زودپز رو بتونید باز بکنید و اجزای دیگه ای رو اضافه بکنید و الان من میخوام لپه به این اضافه بکنم به صورت طبیعی اگر از رو بگذارید تا فشار این کامل بخوابه در زمانی که شعله رو خاموش کردید ده الا پونزده دقیقه طول میکشه این اتفاق بیفته خیلی از زودپس ها هم فقط از یکی از سوپاپ ها میتونن خال... تخلیه بکنن فشار رو برای کاهش فشار ولی با این زودپز میتونید از هر دو مکانیزم استفاده بفرمایید مکانیزم اول از طریق این شیر ریگولاتور فشار هست که اینو کم کم باز میکنید تا بخار تخلیه بشه و به صورت همزمان با این زودپز فیسلر میتونید که از این ناحیه هم از دو جهت بخار رو تخلیه بکنید فشار دادن این دکمه به اندازه مقدور نخواهد بود که بتونه در زودپز و قفل رو باز بکنه تا زمانی که فشار هست این تو تو این مرحله این فقط برای تخلیه فشار کاربرد داره پس همزمان از هر دو طرف میتونیم خیلی سریعتر بخار تخلیه بکنیم این ترتیب با تخلیه همه بخار این دکمه تا ته میتونه فشار داده بشه و در زودپز به صورت ایمن میتونه باز بشه دوستان گرامی امیدوارم که عرایزی که خدمتون تقدیم کردم باعث شده باشه که دوستانی که واهمه داشتن در استفاده از زودپز و به خاطر انفجار و این گونه مسائل ترس داشتن از استفاده از این ترستون به طور کامل ریخته باشه و خیالتون راحت شده باشه که استفاده از یک دیگه زود پس مرغوب این همه مزایا رو برای شما داره و کوچکترین خطری هم نداره به شرط رعایت نکات که خدمتتون عرض کردم من توصیه میکنم که دوستانی که هنوز یه مقدار نگران هستن برای اینکه خیالتون راحت بشه یه چک لیست درست بکنید یه لیستی برای خودتون بنویسید یک دو سه چار اون نکاتی که بعد بهش توجه بکنید همیشه موقعی که میخواید از زودپز استفاده بکنید و یادداشت برای خودتون نگه بدارید این چکلیست لیست خیلی چیز خوبی است یادداشت برداشتن و از روی یادداشت کار کردن خیلی کار خوبی است نابغه ترین افراد دنیا در انجام کاری که چندین سال یا چند دهه در انجام اون تجربه دارند هم ممکنه که گاهی دوچار فراموشی بشن و نکته خیلی جالب که میخوام خدمتون عرض بکنم هر چقدر تجربه ما بیشتر باشه در یک کاری یعنی بیشتر احساس بکنیم که استاد هستیم و خبره هستیم این بعضی وقتا احتمال بروز خطا و چشم پوشی از یکی دو نکته خیلی پیش پا افتاده که افراد مبتدی اینها رو نادیده نخواهند گرفت چون از روی چکلیست کار میکنن ممکنه توسط این اساتید بیشتر باشه. من یک نمونه میخوام خدمت شما عرض بکنم که یکی از بهترین مثال هایی هست که خودم در این مورد دیدم من یک استاد خلبان داشتم که پرواز با اینسترومنت رو در دوره ای که پس از اینکه من به صلاح گواهی نامه شخصی پروازم رو گرفته بودم پرواز با اینسترومنت در شرایط دید صفر خدمت ایشون من داشتم یاد میگرفتم این استاد بند خلبان کمرشال بازنشسته بریتیش ایرویز بودن سالها در لوفتانزا هم سابقه پرواز داشتن ایشون یک بار یک مثالی برای من تعریف کرد که اینو من همیشه آویزه گوشم کردم ایشون و دو تا استاد خلبان دیگه یه بوینگ 747 در واقع کارگو رو هواپیمای باربری رو داشتن در پس از یک پرواز دراز مدت 16-17 ساعته توی مرحله نزدیک به فرود که بودن سه تا استاد پرواز توی کاکپیت حاضر بودن با توجه به طولانی بودن مدت زمان پرواز طبق قانون لازم بود که دو تا کروه کامل پرواز اونجا حضور داشته باشن و سه تا استاد بسیار با تجربه هر کدوم بالای 15 ساعت،, ساعت سابقه پرواز با این تایپ هواپیما در کاکپیت حضور داشتن و در مرحله نزدیک به فرودشون چون یکی از وارنینگ ها رو سیستم های اختار رو زودتر دیسیبل کرده بودن که یک تکنیک خاصی رو انجام بدن که روشی است که معمولا خلبان های ماهر انجام میدن تو لحظه آخر متوجه شدن که یادشون رفته که در واقع لندینگیر یا چرخهای فرود رو بیارن پایین و داشتن یک 747 کارگو رو با نزدیک به 300-400 هزار کیلو بار بدون چرخ با چرخ بسته داشتن فرود می آوردن یعنی در لحظه آخر متوجه این ماجرا شدند و لندینگی رو پایین دادن و از فاجعه ای که بسیار وحشتناک میشد نتیجهش تونستن جلوگیری بکنن یه همچین اشتباهی توسط افراد مبتدی رخ نمیده چون مرحله به مرحله طبق چکلیست پیش میرن تا موقعی که مهارت پیدا بکنن پس حتی اگر آشپزی هستید که 50 سال سابقه آشپزی دارید و دیگه زودپز و همه ابزار آشپزخونه رو با تسلط کامل استفاده میکنید گاهی اوقات بد نیست که این یادداشت ها رو داشته باشیم که یک بار بروز خطا باعث خدا نکرده حادثه ای نشه که جبرانش بتونه خیلی دشوار باشه در یک نکته دیگه هم که خدمتون تاکید میکنم عرض کردم قطعات لدکی مورد نیاز این رو موقع خرید تهیه بکنید ببینید توی سبز میدون نواهی بازار خیلی جاهای دیگه در تهران یه سری مغازه‌ای هستن که واشر دیگ رود پز و چیزهای اینجوری میفروشن لوازم می یدکی اونی که اونجا خریداری میکنید خیلی ارزون تره ولی معلوم نیست چه کیفیتی داره و جنس درست حسابی کیفیت اصلی اوریژینال این،, این, کیت واشر هایی که بعد تعویز بشه برای رگولاتور بخار و این واشر اصلی سیلیکونی دور و در اگر به ایمنی و سلامت خودتون علاقه من هستین اینجا سعی نکنید که صرف جویی در هزینه بکنید و همیشه مطمئن ترین کار ممکن رو انجام بدید که سلامت و ایمنی خودتون و خانوادتون خدای نکرده دچار مشکل نشه حتما دوستان سوال خواهند پرسید در مورد اینکه برند های دیگر خوب زودپس چی هست من یک ویدیوی رو قبلا برای راهنمایی در انتخاب ظروف پخت در کانال تقدیم کردم لینکش رو پایین تو دیسکریپشن براتون میگذارم دوستان حتما اینو ملاحظه بفرمایید برندهای خوب دیگری هم هستن مثل کنریکون سویسی که در ایران الان مطلقا پیدا نمیشه و از کیفیت بسیار خوبی برخورداره برند وی اف یه مقدار از فیسلر ارزون تره ولی کیفیت قطعات اینونیو و نیو و اینهاش پایین تر هست یک مشکلی هم که داره سر و صدایی بیشتری داره و مکانیزم تخلیه بخارش هم از یک جا عمل میکنه برای باز کردن سریع در زود نمیتونید به این ترتیب از سه نقطه همزمان شما بخار تخلیه بکنید و به طور کلی کیفیت ساخت فیسلر مثال زدنی است حال انتخاب اول شفهای هرفهی بسیاری از هتل‌ها و رستوران‌های ستارهدار میشلین و اینها هست. متشکرم که حوصله کردید و همراه من بودین. اگر سوالی در مورد این ویدیو داشتید در کامنت‌ها طبق معمول با کمال میل در خدمتتون هستم. همیشه ایمنی خودتون رو در و مرحله اول اولویت هر چیزی در آشپزخونه قرار بدید و سپس بهداشت و تمیز بودن وسیله‌ای که دارید انتخاب می‌کنید رو ملاک دوم قرار بدین. و امیدوارم با حواس جمع و دقت کامل همیشه از خوراک خوب و سالم بتونید در کنار خانواده با سلامتی کامل لذت ببرید. شب و روزتون بخیر، وناپی.